در ارزیابی وزارت امنیت داخلی ایالات متحده زیر سرفصل حملات سایبری مخرب علیه زیرساخت‌های حیاتی گفته شده حکومت ایران و ماموران سایبری همسو با منافع تهران در تلافی حمایت آمریکا از اسرائیل در مناقشه غزه به هدف گرفتن زیرساخت‌های حیاتی ایالات متحده ادامه خواهند داد. ایران از طیفی از تاکتیک‌های فرصت طلبانه شامل سوء استفاده از آسیب‌پذیری آشکار نرم افزارها و سخت افزارها، تکنیک‌های مهندسی اجتماعی و ابزارهای امنیت سایبری در دسترس عموم استفاده خواهد کرد. جامعه اطلاعاتی آمریکا اطمینان دارد که ماموران ایرانی از طریق مهندسی اجتماعی و دیگر تلاش‌ها به دنبال دسترسی به افراد دارای تماس مستقیم با ستادهای انتخابات ریاست جمهوری هر دو حزب سیاسی بودند. این فعالیت‌ها شامل سرقت و افشای اطلاعات با هدف اثرگذاری بر روند انتخابات آمریکا است. آزیتا دادرسان، کارشناس ارشد هوش مصنوعی و فعال حقوق بشر از تگزاس مهمان این بخش از برنامه هستند. خانم دادرسان، خیلی ممنون برای فرصتی که برای این گفتگو گذاشتید. حملات سایبری اخیر جمهوری اسلامی به ستاد انتخاباتی ترامپ و هریس و بایدن چقدر با حملات گذشته تفاوت داره و از واکنش هماهنگی که ارگان‌های دولت آمریکا در این مدت نشون دادن شما چه چیزی درک می‌کنید؟ درود بر شما و بینندگان عزیز، ممنون از دعوتتون. بله، این حمله‌ای که الان شده، امنیت سایبری که الان ما می‌بینیم با 2020 که فقط یه تهدیدهای ایمیل و تلفنی یا هر روش دیگه‌ای که بود که به یه کسی رأی بدن یا ندن و بی‌اعتمادی ایجاد می‌کرد، الان خیلی پیشرفته تر شده، چون با حضور هوش مصنوعی و چت جی پی تی و گوگل جمنای، همه اینا روش‌هایی هستند که عکس‌ها، دیپ فیک‌ها، تصاویر، ویدیوها، صداهای فیک، همه اینا به وجود میاد که حتی اینا لازم نیستش که خیلی کار خاصی بکنن، توی چت جی پی تی سرچ بکنن و براشون کد هک براشون ایجاد بکنه، یا حتی کل وبسایت و کدشون میتونه هوش مصنوعی به وجود بیاره. خب اونا میان توی وبسایت‌های اشتباه اطلاعاتشون رو وارد میکنن و تمام اینا روش‌های مختلفی که با هوش مصنوعی میتونن انجام بدن، هک‌هایی که انجام میشه، مثلا اطلاعات شهروندا رو میگیرن، مدل‌هایی رو میسازن از طریق هوش مصنوعی و لازم نیستش که به یک نفر ایمیل بدن، به صدها نفر ایمیل میدن، به کسایی که انتخاب رای دهندگان آمریکایی، به همه ایمیل میدن. و مثلا این اتفاق برای خود منم اتفاق افتاد که گفتش که من یک ساعت وقت تو میگیرم، میخوام یک ساعت با تو صحبت بکنم به عنوان پروژه دانشگاهیم که از انگلیس هستم و تو به عنوان زنی که جمهوری خواه هستی میخوام اطلاعات بگیرم برای پروژه دانشگاهیم. و من وقتی که سرچش کردم دیدم اصلا اون حروف چینی اومدش و اکانتش رو دوبار یوزرنیمش عوض کرده بود. و اینا همه روش‌های مختلفی هستند که با چت جی پی تی میتونن اون متن رو خیلی حرفه‌ای‌تر، اون تصاویر خیلی حرفه‌ای‌تر، انگار که یه آمریکایی داره این کارا رو میکنه و خیلی قابل تشخیص نیستش. برای همین این روش‌های مختلف هستش که اینا از طریق هوش مصنوعی خیلی بیشتر و سریع‌تر میتونن این کارا رو انجام بدن. خب دادرسان، در این گزارشی که ابتدای برنامه اشاره کردم و وزارت امنیت ملی، امنیت داخلی ایالات متحده منتشر کرد دیشب که متفاوت هم هست با گزارش‌های سال‌های پیش، می‌بینیم اونقدر ما اشاره به ایران در این گزارش خیلی پررنگ‌تر شده، همطور که در واقع شما توضیح دادید، و در حوزه‌های مختلف هست، یعنی بحث تروریسم هست، سوء قصد به شخصیت‌های سیاسی، حذف حتی مخالفین سیاسی، کسایی که لزوماً آمریکایی نیستن، یعنی ایرانی آمریکایی‌ها، روزنامه‌نگارانی که در این حوزه فعال هستند، در این گزارش بهشون اشاره شده، و همونطور که صحبت کردیم مداخله در انتخابات آمریکا و حتی حمله به زیرساخت‌های حیاتی آمریکا در این ارتباط. چقدر به نظر شما جمهوری اسلامی الگو برداری کرده؟ آیا واقعا کشور دیگه هم چنین شیوه‌هایی رو استفاده کردن یا این منحصر به فرد مختص خود جمهوری اسلامی است؟ ببینید،
ایران، چین، یعنی خود جمهوری اسلامی چین، کره شمالی، روسیه، اینا این کارها رو انجام میدن. خب کسی که خیلی الان تو صحنه هست و جلو داره کار میکنه ایرانه و ایران خودش الان شرایط خیلی خطرناکی رو داره. ممکنه هر لحظه جمهوری اسلامی سقوط کنه و این فعالیت‌هایی که دارن میکنن همش ایجاد هرج و مرجه، ایجاد بی‌اعتمادی به نهادهای دموکراتیک، شکاف اجتماعی. اینا میخوان همونطور که خامنه ای اعلام کرد قبلا که میخوایم آمریکا قراره همه چی به هم بریزه، مردم اختشاش به وجود میاد. چه جوری به وجود میاد؟ از همین طریق، از طریق که بخوان دموکراسی رو خدشه‌دار بکنن، بخوان مردم و شکاف اجتماعی بین جمهوری‌خواه و دموکرات‌ها به وجود بیارن. اطلاعاتی که در اختیار مردم قرار بده از طریق هوش مصنوعی و روش‌های مختلف یا نهادهای مختلف، چیزایی که تروریستی، همین تهدیدها و همه این مسائل، همش یه هدف داره: اختشاش، هرج و مرج بین رای دهندگان، بین مردم، بین آمریکایی‌ها. یه چیزی مثل بلک لایو مترز بخوان یه اختلافی این طرف این وسط به وجود بیارن. خانم دادرسانی، مصاحبه حتما دیدید مدیر این آژانس امنیت سایبری و امنیت زیر ساخت‌های آمریکا انجام داده با اسوسییتد پرس و اونجا ابراز اطمینان کرده و اطمینان خاطر داده که تلاش‌های روسیه، ایران و هر قدرت خارجی متخاصم دیگری بر نتیجه این انتخابات تأثیر نخواهد گذاشت و گفته اینها در واقع رفتارهایی است که قابل پیش‌بینی بوده. چقدر آمریکا آسیب پذیر هست به نظر شما و چقدر آماده است برای چنین فضایی؟ ببینید، یه مقدار توی کمپین ها افرادی که هستن باید اطلاع رسانی بیشتری بهشون بشه. یک مقدار از لحاظ آیتی خب ممکنه با یه رمز دوم، ایجاد یه رمز دوم یا مثلا بررسی اینکه آیا اون این وبسایت .gov داره برای گاورمنت یا مثلا وبسایت هایی که حقیقت یاب هستن مثل ترو میدیا، اونا میتونن اطلاع رسانی بکنن که مردم و کسانی که تو کمپین ها کار میکنن اطلاعات به روسری داشته باشن. یه مقدار بعد اطلاع رسانی بیشتر بشه و از رسانه های مثل فاکس نیوز، رسانه هایی که درست هستن، از اونها استفاده بکنن و اینها رو بتونن ازش استفاده کنن. 100% یه مقدار آسیب پذیر هستن، مخصوصا با هوش مصنوعی و اطلاعاتی که اینها میارن مثل یه آمریکایی میمونه و اینا الان هیجان و شور انتخاباتی دارن. باید یه مقدار مکس کنن ببینن آیا این وبسایت درسته، آیا این ایمیل درسته، آیا این اطلاعاتی که داره براشون میاد از نهاد درست میاد یا از جای فیک میاد، فیک هستش. خانم دادرسان، فکر میکنید که جمهوری اسلامی با توجه به این گزارش‌هایی که منتشر شد که تلاش‌های کرده بوده برای حذف دونالد ترامپ و دیگر مقامات پیشین، وزیر خارجه آمریکا هم همین چند روز پیش در این مصاحبه با ای بی سی این رو تایید کرد که این تهدید علیه مقام‌های آمریکایی وجود داره، حتی ایشون اشاره کرد به مقام‌های فعلی هم اشاره کرده بود، فکر می‌کنید در واقع آیا هدف جمهوری اسلامی با هدف مثلا روسیه در تضاد قرار داره در اون چه که در مورد انتخابات دارن انجام میدن؟ بیشتر میخوان اختشاش ایجاد بکنن، خیلی شخص خاصی مد نظرشون نیست، مثل 2020 که گفتن حتما باید به ترامپ رای بدین، تهدیدشون میکردن. ما مطمئنیم که اینا با ترامپ موافق نیستن، ولی خب این جور میکنن که بیشتر به ضرر ترامپ میشد. پس خیلی هدف خاصی ندارن که بگن شخص خاصی. حتی ترامپ اومد گفت پوتین داره شوخی میکنه که میگه هریس. اصلا موضوع اصلی شخص نیست، موضوع که کی بیاد پرزیدنت بشه نیست. بیشتر میخوان نهادهای دموکراتیک رو خدشه‌دار بکنن، بی‌اعتمادی و هرج و مرج، شکاف اجتماعی ایجاد بکنن. هدف اصلیشون بیشتر توی این موضوعه. سپاسگزارم از شما خانم آزیتا دادرسان، کارشناس ارشد هوش مصنوعی و فعال حقوق بشر از تگزاس، مهمان این بخش از برنامه بودن.